مامانم زنگ زد خبریه؟ زنگ نزده. تو دخالت نکن. چجوری دخالت نکنم؟ خیلی نگرانشونم، فقط تو فکر اونا. اگه اینقدر به فکرشون بودی بر نمیگشتی اینجا. میتونم از موبایلت استفاده کنم لطفاً؟ بردار. آقا سواد، خوش اومدید. مشکلی پیش اومده آقا سواد؟ بله، مشکل بزرگیه آقا حسن. قسمتون رو زیر پا گذاشتیم. چه قسمی آقا سواد؟ قسم بقراتتون رو. اون موقع که مدرکتون رو میگرفتین قسم خوردین کار بدی نکنید و کارتون رو درست و با شرف انجام بدین. اون قسم رو میگم. ببینید آقا سواد، تو ببین دکتر حسن، معلومه که با مامانم یه بازی را انداختیم. فکر کردین ما هم ساده ایم؟ آره. خواهش میکنم آقا سواد. بسه، نمیخوام بشنوم. باید مدرک تو ازت میگرفتم، اما که نمیتونم از مادرم بگذرم. مامانم رو نمیدونم، ولی از این به بعد از خانواده من به هیچ کس رسیدگی نمی کنی. دیگه دکتر خانوادگی ما نیستی. پرونده هامون رو به آقا حکمت میدیم. چی شده؟ به من بگین، لطفاً گری نکنین. زهرا که برگشته به خاطر اینکه خونه آقا طلعت میمونه. خلیل کتکتون زد؟ نه، دوقلوهامو برداشت و رفت. خونه رو ترک کرده، میگه بر نمیگردم. آیشه گل رم به زور ازم گره، میگه مثل زهرا نشه. دختر من کار اشتباهی نمی کنه که. قسم میخورم جرن خانم، دخترم مهربونه با اخلاقه. میدونم، میدونم. بهم گفت یا زهرا یا دوقلوها. شما چی گفتین؟ گفتم اصلا من مادرم جرین خانم، دنیا خراب شه از بچه هم دست نمی کشم. گفتم همشون پیش من میمونن. مگه یه مادر میتونه بین بچه‌هاش انتخاب کنه؟ کدوم رو از اون یکی جدا کنم؟ من دیگه باید برم، کار دارم. فهمیدم قضیه چیه. ای خدا، شما رو ناراحت کردم. بهتون زحمت دادم تا اینجا اومدیم. به خاطر گریه کردنم شما اومدیم؟ ببخشی جرن خانم، ببخشی. جرن خانم، با!
ممنونم. ممنونم. خیر باشه واسه هممون. به امید دیدار. آره. الو کمال، منم به تو زنگ می‌زدم. کجایی؟ پول زمین اومد به حسابت؟ بله آقا سواد، حتی متوقفش کردم. خیلی آروم شدم آقا. کی متوقفش کرد؟ من همچین کاری نکردم. پول تازه اومده به حسابت. شما پرداخت نکردین؟ اینجا چامایی نوشته. ببخشید، اینجا تلت نوشته. شما خبر نداشتید؟ خبر نداشتم. نداشتم. جواب نمیده، جواب نمیده. همین جوری بشینید مادر دختری گل بگید و گل بشنوید. آبجی ما چی کار کردیم آخه؟ چه گناهی داریم؟ درسته، تقصیر خلیله. به وقتش نباید بهتون میرسید. اون موقع ببینم چی کار میکردین تک و تنها. تو چی کار میکنی؟ ما هم همون کارو میکردیم. با شرف کار میکردیم و پول در میآوردیم و زندگیمونو میکردیم. باشه دخترم باشه. کاشکی فقط حرف کار با شرف بود. خلیل؟ خلیل؟ خدا رو شکر برگشتی خونه. اون اینجا چی کار میکنه؟ به خاطر تو همه پشت سرمون حرف میزنن. خدا لعنتت کنه. توبه کن خلیل، نفرین نکن. مثل آدم بشینیم حرف بزنیم. چیزی برای گفتن نیست. من تصمیممو گرفتم. بچه ها رو بر میدارم. برمیگردیم مملکت خودمون و اونجا زندگی میکنیم. چی؟ خب طلعت، کی برمیگردی؟ مامانم که دیگه مریض نیست. هیچ جایی نمیرم جاهده. اینجا یه خانواده دارم که باید کنارشون باشم. هیچ جایی نمیرم. نکن اینطوری. همیشه فقط تو باید فداکاری کنی؟ یا ول کنی نقش آدم خوب بودن خانواده رو؟ ول نکنم چی میشه جاهده؟ وگرنه دروغ منم پیدا میکنی و فاشش میکنی؟ نمیفهمم که بودن با خانواده‌ام چه ضرری برای تو داره؟ بعد این همه سال تازه فهمیدی خانواده داری؟ آره؟ چون گذشتن از پشیمونی اون شب که سالها قبل اتفاق افتاد آسون نبود جاهده. همون شبی که بدون دعوت اومدی توی بغل من. چه خبر اینجا؟ به میگه اصلا، میگه اصلا بین بچه هم فرق نمیذارم، انتخاب نمی کنم. باورت میشه تو چشاب نگاه کرد و اینا رو به هم گفت گزده؟ جرین جون خودتو ناراحت نکن لطفا.
چیزی نشده. بعضی با کارهای علکی سر و کله میزنن. تو کارهای علکی بهتر از طلعت نمیشناسم. مگه نگفتم تو کارهای شرکت دخالت نکن؟ نگفتم؟ بهت نگفتم؟ داداش میخوام کمکت کنم. تو کارهایی که بهت ربط نداره دخالت نکن طلعت. کی بهت گفت بدهی من رو پرداخت کنی؟ موضوعمون یه شرکت بزرگه. اگه ازم بپرسی به نظرم واسه نجات دادن شرکت بیشتر به کمک من نیاز داری. چه نجاتی؟ مشکلی برای شرکت پیش اومده؟ من فکر میکردم که همه چی رو به جاهده میگی. البته که میگه. تو به جای ما تصمیم میگیری راجع به چی حرف بزنیم؟ شرکت رو داره ورشکست میکنه. اونم بهت گفته جاهده؟ چی؟ جاهده رو نمیدونم، اما به من نگفته بود. آفرین تلت. من تنهایی چیکار کنم؟ جز تو کی رو دارم تو این دنیا؟ خب جی، تو هم اگه میخوای با ما بیا. باشه، اینجا بمون. یه سقفم بالا سرت هست. خلیل، خلیل جان، من اینجوریم، ولی شما چی کار میکنید؟ زندگی تو روستا راحته؟ آبجی، خیلی ها تو روستا زندگی میکنن و میگذرونن. ما هم مثل اونا دیگه. نگو اینجوری خلیل، اونجا امکانات نداره. نه مشکل قبض آب و برق داری، نه کرایه خونه. بچه های کی مثل بچه های ما میرن تو اون مدرسه؟ فردا پس فردا بازنشستم میشی. اینجور نعمتی رو ول میکنی میری؟ باورم نمیشه چطور این کار کردی؟ بزرگش نکن مامان، چیزی نشده. مصادره کردن دیگه میخواستی چی بشه؟ میراث بابا تو اینجوری نگهداری میکنی؟ باشه مامان، آروم باش. بیا بشین لطفا. مامان جان نگران نباش، حتما ساعتی راه حلی داره. کی حل میکنه؟ بعد ورشکستگی؟ ای بابا چه ورشکستگی؟ اصلا همچین چیزی بابا نیست. چه خبره؟ چی شده؟ نذاشتین بخوابیم اصلا؟ چیزی نیست پسرم، داریم حرف میزنیم. صبر کنید ببینم، هنوز از مامان بزرگ عصبانی هستین؟ به نظرتون این بیرحمی نیست؟ ها؟ تو میدونستی باریش؟ چی رو؟ بابا شرکت رو ورشکسته کرده. بابا درسته؟ بس دیگه، همه گیارون باشیم. کاریه که شده. من یه مقدار از بدهی شرکت رو تسویه کردم. حالا بشینید ببینیم دیگه چه کاری میشه کرد. تا امروز جای فکر کردن همش دعوا کردیم. از این به بعد نوبت فکر کردن منه. فردا تصمیمم رو میگم. شب خوش. خبر نداشتم. جرن، روانشناسای خوبی هست. حالا میخوای بگی من دیوونم؟ دیگه چرت و پرت نگو لطفاً. روزای خیلی سختی رو میگذرونی. ببین این اتفاقات خیلی سخته. به کمک احتیاج داری. ببین منم احساس میکنم نمیتونم کمکت کنم. راه دیگه ای به ذهنم نمیرسه. روانشناسا نمیتونن کمکم کنن. ای بس دیگه، چیزای بدی اتفاق افتاده. ولی تا کی میخوای اینقدر خودتو عذاب بدی؟ درک نمیکنی گزده. اگه میکردی بهم حق میدادی. اگه اون زن منو نمیفروخت، اون اتفاقای وحشتناک سرم نمیومد. میفهمی؟
اگه بدم بوده تو مادر داشتی، یه خونواده داشتی، یه خونه داشتی، میتونستن بندازنت بیرون. خب مینداختن. اون موقع یاد میگرفتم چطوری از خودم محافظت کنم. تنها بچه‌ای که کتک خورده و زندانی شده تو نیستی. تو نمیدونی من چیا کشیدم. بهم بگو کدوم مادری به بچهش کمک نمی کنه؟ کدوم مادری فریاد دخترشو نمیشنوه؟ هان جرن، من نمیدونستم، واقعا نمیدونستم، معذرت میخوام، تو رو خدا منو ببخش. مامان بیا. جرن، جرن. بیا خودت ببین. خاله اندام؟ جرن. تازه الان داره تاوان کارایی که با هم کرده رو میده. اون زنم تاوان کاراشو میده. حالا تو هم یا کنارم باش یا دیگه تو کارم دخالت نکن. فکر بد نکن باشه. لازم باشه من میرم، خواهر و برادرم برگردن. هیچ کدومتون هیچ جایی نمیرید. من بچه‌هامو با خون دل بزرگ کردم، هیچ جایی نمیرید. به خاطر من نمیره. اگه من نبودم خیلی وقت بود که رفته بود. حرف زدم، خلیلم برمیگرده. خدا رو شکر. همیشه منو دعا کنید. اگه به شما بود دنیام خراب میشد، خلیل بر نمیگشت. تو هم زیاد تو چش نباش، خلیل ناراحت نشه. هر جا خواستی بمونی همون جا باش، فقط اینجا نباش. مامان همین کارو بکنی دخترم. خدایا تو بزرگ و بخشنده، منو با بچه هم امتحان نکن. نمیتونی حرف بزنی، اما چشات چیزای زیادی میگن. داری التماسم میکنی، اما منم بهت التماس کرده بودم. گفتم مامان، گفتم کمک، گفتم کمکم کن. تو چی کار کردی؟ ککتم نگزید. هیچ کس بهت کمک نمی کنه. نترس.
نترس، از تو متنفر نیستم. اونقدر دوستت ندارم که ازت متنفر بشم. ولی به من انگیزه میدی. از دیشب تا حالا دارم فکر میکنم که پدر خدا بیامرزتون تنش تو قبر نلرزه. خوبه که این روزا رو ندید آقا عثمان. این شرکت رو برای اینکه خرابش کنین تأسیس نکرد. من تا زمانی که عمرم کفاف بده اجازه این کارو نمیدم. از این به بعد تو رأس شرکت باریش قرار خواهد گرفت. سوات وایسا، من میرم. ماشین آماده است بول کن. آماده است جرن خانم. جرن میری؟ کجا؟ بابام قراره بیاد. اونم صبونش خورده. گفت اگه موافق باشی قهوه رو با هم بخوریم ها؟ شبم برای شام میریم بیرون. یکم فکرت آروم تر بگیره. شما بخورین. سلام منو به عمومتین برسون. جرن جون چرا اینطوری میکنی؟ حداقل بگو کجا داری میری؟ گزده. کار دارم. در زم تو که اینجا هستی شب که اومدم میبینم دیگه. زود باش بول کن. جرن خانم مگه قرار آقا متین بیاد؟ خب بازم احوال اندام خانم میپرسن، بازم شک میکنن. برای اینم گزده تصمیم میگیره. چطوری؟ چی شده و چه اتفاقی اونجا افتاده رو میدونی؟ بقیهشم به انصاف خودت بستگی داره. میگم بابا نه. مدرسه آخر هفته اردو گذاشته. از این از چقدره؟ 200 لیره. خب اون روز بیاد یه کارش بکنیم. صبح بخیر. صبح بخیر آبجی. نوشه جون، مامان داشت شیرینی کدو حلوایی درست میکرد، گردو میخواست. بازم نوشه جون. پسر، این دختر رو که میبینم دست و پام میلرزه. تفه سر بالا شده. بابا اونجوری فکر نکن. به نظرم برگشتش یه تصمیم درست بود. پسرم، مثل اینکه تو متوجه نیستی. فکر میکنی میخواستم برگردم به این خونه؟ ولی چیکار کنم؟ بعد از این کجا میتونم کار پیدا کنم؟ حالا که اومدیم و گردنمون رو کج کردیم. بابا این گردن کج کردن نیست. مطمئن باش اگه زهرا کاری کرده بود من قبل از تو میزدمش. شیر مرد منی. کجا میری بابا؟ پمپ هاست خراب شده، باید برم قطعه بخرم. تو هم صبونتو بخور.
برو مدرسه. شیر مردم، شیر مردم. امارات میرید جرم خانوم؟ آره. تو پارکینگ نرو، یه جای نزدیک منتظرم باش. باش. وقتی رفتم تو بهت زنگ میزنم، یه کاری هست که میخوام انجام بدی. باشه، بسته دیگه آبجی. پول دارین بهتون بدم؟ دارم، پولم دارم. چی شده؟ از چیزی ناراحتی؟ آبجی، من همیشه از تو در مقابل بابام دفاع کردم. لطفاً منو خجالت زده نکن. محمد، من تا به امروز شما رو خجالت زده کردم؟ نه، منظورم این نبود. من فقط میخوام مشکل دیگه پیش نیاد. من بهت گفتم کار اشتباهی نکردم محمد. میدونم آبجی، نمیدونی تو محله چه خبره. مردم حرف میزنن، بابام هم که میشناسی. کی چی میگه برام اهمیتی نداره. اگه تو به جای من اعتماد به اونا رو انتخاب کردی، خودت میدونی داداش. آبجی، من تا آخرش با تو هستم. زود باش بریم. خدافظ آبجی. همچنین. ممنون. بهتری بابا؟ آه باریش، آه آه. بابا من الان چی کار کردم؟ پسرم، اگه به خاطر زهرا مزایده آنکارا رو از دست نمیدادیم، هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد، مگه نه؟ باشه بابا جون، حق داریم، ولی تو هم باید به من میگفتی شرکت موقعیت حساسی داره. استاد خوش اومدین، چه سورپرایز قشنگی. خوش باشی جونم. مادرت گفت اینجایی. هی زنگ میزنم زنگ میزنم خاموشی. موبایلم شکسته ولی یکی دو روزه حلش میکنم. خیر باشه. شما برای گردش اینا رو آوردین بیرون؟ بله زهرا جون، برای یه هفته میرم لندن. اومدم که زهرا و باریشو به تو بسپارم. والا استاد، از زهرا مراقبت میکنم، اما نمیدونم باریشو چیکار کنم. هرچی، ببرمشون تو اتاقم، بعدم براش یه فکری میکنم. تو دلت واسه هر دوشون میسوزه. تو هم بیا بشین، تعریف کن ببینم. چند روز پیش باریش اومده بود آتلیه دنبال تو میگشت. باریش اومد؟ جرن خانم، خوش اومدی. نگرانتون بودم آینور خانم. بفرمایین، بفرمایین. نه نه نه، در نیارید، لازم نیست. ببخشید، به هم ریخت از خونه. دیروز شما رو اونجوری اونجا ول کردم، فکرم موند پیش شما، نگران شدم. خوب هستین؟ خدا ازتون راضی باشه. خیلی ممنونم، بچه هم به خونه برگشتن. آها، که اینطور، چه خوب. همه بچه هاتون زیر یه سقفن. سلامت باشی دخترم. یادم رفت بپرسم، چیزی میخوری دخترم؟
اگه زحمتی نیست یه لیوان آب میتونم داشته باشم؟ حتما. بله. یکی دو دقیقه دیگه کاری که گفتم انجام بده. باش. برای بچه های شیرینی کدو حلوایی درست کردم. ایشالله دوست داشته باشی. ممنونم. الو؟ الو؟ الو، شما کی هستی؟ زینب دخترت که میگن مرده زنده است. آینور خانم؟ آینور خانم؟ آینور خانم؟ حالتون خوبه؟ خوبم. خوبم یعنی؟ اگه میخواین اینجا بشینیم. نه، نمیشینم. منو ببخشید. کار دارم، باید برم. باشه، من مزاحم کارتون نمیشم. منم کار دارم، باید برم. دوباره بهتون سر میزنم. منو ببخشید. ایشالله آقا سعاد قبول میکنه. عزیزم قبول نکنه میخواد چیکار کنه؟ چیزی که منو عصبی کرده اهمیت دادن زیاد طلعت به باریشه. خب عموشه، معلومه که اهمیت میده. تا حوصلم سر نرفته یه قهوه درست کن بخوریم. باش. دخترم زنده است جاهد، راستشو بگو. کدوم دختر؟ در مورد چی داری حرف میزنی؟ زینبم زنده است. مسخرف میگی؟ این حرفا چیه داری میزنی؟ یکی تماس گرفت، گفت دخترت زنده است. کی؟ نمیدونم، از شماره مخفی تماس میگیره. قبلا هم تماس گرفته بود، گفت مامان زینبم. خیال کردم اشتباهه. به خودت بیا. ببین اینو تو عقلت فرو کن. دختر تو مرده. با دستای خودم قبرشو درست کردم. پس کیه تماس میگیره؟ نمیدونم، شاید یکی داره سر به سرت میذاره. جاهد خانم. آینور جان، خودتو جمع و جور کن. به خودت بیا، امکان نداره. زود باش برو صورتتو بشور، خودتو جمع و جور کن. یه بار دیگه اگه کسی تماس گرفت قبل از جواب دادن تلفنو بیار واسه من. باشه؟ زود باش. Thank you.
بانو جان چطوری؟ جاهده چمایی به من زنگ میزنه؟ مثل این که دنیا برعکس شده. لازمه در مورد یه موضوع مهم صحبت کنیم. صحبت کنیم عزیزم، در مورد چیه؟ در مورد زینب، ولی اینطوری پشت تلفن نمیشه. اگه اینطوری بیا خونه من. باشه، آدرس تو برام بفرست، همین الان میام. قهوه تو بخور.